آقای دکتر، اعتیاد چیه؟ احتمالا شما شاید، ولی من توانایی توصیف یه چنین حالی رو آنگونه که شما در اون ویدیو، در اون کلام خواننده و همکتون در اینا دیدیم رو ندارم بکنم. اعتیاد همینه که میبینید، انسان رو از حالت انسانی در آوردن و تبدیل به یه موجودی بسیار مختلف و متفاوت کردن. اعتیاد یه بیماری است، یه گرفتاری است، یه بدبختی است. آقای دکتر، قبل از اینکه بحث در این زمینه ادامه بدیم، اعتیاد یه وسیله میخواد به نام ماده مخدر، استعمال مواد مخدر. ببینید، خیلی نظر شما برام در این مورد اهمیت داره. قبل از اینکه وارد مسئله اعتیاد بشیم، ما یه تجربه داریم در مورد یک ماده مخدر به نام سیگار، استعمال دخانیات. خب میبینیم که از طریق آموزش و آگاهی دادن به جامعه، ولی آزاد گذاشتن مصرف سیگار تا چه توفیق حاصل شده در جهت کاهش مصرف سیگار در جامعه سالم. اکثریت مردم همه میدونن که مضرات استعمال سیگار چیه، و لااقل من کمتر جوانهایی رو دیدم، من در روانشناسم نه تراپیستم، ولی کمتر دیدم جوانهایی رو در محیطهای معمولی خانوادگی که سیگار یک مسئله اصلیشون باشه و کشیدن سیگار. اینو بخش اونتهیشو نتیجه آموزش میبینم، آموزشی که سبب شده که مردم این دانش رو پیدا بکنن، بنابراین ماده‌ای رو که براشون ضرر داره نکشن. و این در پناه یه چیزی عاملی به وجود اومده به نام آزادی استفاده از سیگار. چرا ما نمیریم به طرف این که استعمال مواد مخدر رو در یه محدوده‌هایی اصلا آزاد بکنیم؟ یکی دوتا نمونه خیلی ابتدایی هم در یکی دوتا ایالت های آمریکا اتفاق افتاده، تا اونجایی که میدونم در کلرادو و در ایالت واشنگتن. چه مشکلی هست؟ آیا شما فکر میکنید که آزادی استعمال از استفاده از مواد مخدر و جهت دادن به هزینه های سنگینی که مبارزه با مواد مخدر داره و نتیجه عمده ای هم نداره، و زندانی کردن کسانی که در این عرصه هستند، هزینه سنگینی رو بر دوش دولت‌ها، حتی در آمریکا بر دوش دولت آمریکا تحمیل می‌کنه، به جای اینکه این هزینه رو ما صرف زندانبانی بکنیم، آیا فکر نمی‌کنید در کنار ایجاد زمینه‌های آزادی استعمال مواد مخدر، ما بتونیم که با آموزش به همون نتایجی برسیم که احتمالاً در با سیگار در طول چندین دهه رسیدیم؟ خب من فکر میکنم شما طبق معمول بحث رو چند جنبه و چند جانبه کردید و منم ناچار باید یه تیکاییش رو انتخاب کنم. اولا یه نتیجه گیری هستالی کردید که دلیل اینکه مردم سیگار کمتری در امریکا مصرف میکنن شاید به خاطر آزادی باشه. به دو دلیل درست نیست. دلیل اول این که بسیاری از کشورها هستن که آزادتر از امریکا با موضوع برخورد میکنن، حتی مثل اروپا، و میزان مصرف سیگار در اون کشورها خیلی بیشتر و بدتره. علت هم که میگم بدتره اینه که حتی در بسیاری از مراکز عمومی، از جمله من در این سفرهایی که تو اروپا بودم تو رستوران ها میکشن، یعنی شما با نوع دست دوم سیگار که به همون اندازه دست اول بد و خطرناکه روبرو هستید. بنابراین آزاد کردنش نبوده. علاوه ماجرای سیگار همیشه آزاد بوده، افزایشش در امریکا دلایل خودشو داشته، کاهش هم دلایل خودش داشته. اتفاقا تو صحبت های شما نظری دربارش بود. دوم، همیشه مواد مخدر با قانونی کردنش در دسترس بیشتر قرار میگیرن، و معمولا در دسترس بیشتر بودن میزان مصرفش رو افزایش میده. یعنی این نتیجه گیری درست نیست که اگر ما در یه جامعه‌ای
قوانینی برای غیرقانونی بودن ماده مخدری داریم اونو برداریم مصرف مواد مخدر کاهش پیدا میکنه؟ نه، اینکه شما ازش یه استدلال دیگری بکنید که هزینه‌ای که برای اجرای قانون، اونم نه درباره همه مواد مخدر، به کار میگیریم یه مقدار زیرزمینی کردن اون و تبدیلش به قاچاق کردن و قیمتش رو افزایش دادن، شرایطی فراهم میکنیم که جرم و جنایت‌های رو کنار خودش و به دنبال خودش داره، اینکه زمینه رو فراهم میکنه که مردمان وقتی که درگیرش میشن چون در پنهانکاری کامل انجام میدن یه مقداری از جهات دیگه آسیب بخورن و بعدم هزینه ای که بر روی سازمان قضایی یا حقوقی کشور از جمله پلیس و دادگاه هست انقدر بالاست که اگر از راه دیگری بریم ای بسا نتیجه بهتری میگیریم رو میشه فهمید، ولی به صرف آزاد کردن استفاده از مواد مخدر و قانونی کردن اون میزان اون حتما کاهش پیدا نمیکنه. این رو تو امریکا هم ما در خصوص مشروب و ویسکی هم داریم که وقتی که غیر قانونی بود مصرفش با جرم و جنایت‌های بسیار همراه بود و وقتی قانونی شد تنها اتفاقی که افتاد این بود که مشکلات مربوط به قتل و جنایت مربوط به قاچاق ویسکی به اون صورت دیگه نبود، ولی به هیچ وجه هیچ گزارشی نشون نمیده که اگر در گذشته فرض کنید 3% مردم الکلی بودن یا 10% مردم ویسکی مصرف میکردن این درصدها پایین آمد. ماجرای کاهش مصرف سیگار در امریکا نتیجه برنامه های آموزشی هست، اصلا توش تردید نکنید، و جنگی که بسیاری در این زمینه کردن که در اروپا اتفاق نیفتاده و به دلیل عدم رعایت اصل آزادی در مفهوم حقوقیش در امریکا تونستند ماجرای کشتن سیگار رو از محیط‌های عمومی، از محل کار، از مراکزی که مثل رستوران و هر جای دیگه کم کنن و آموزشی که به بچه‌ها دادن و بچه‌ها در مقابل پدر و مادرها حتی در خانه ایستادن اون زمینه رو فراهم کرد که حرف شما درسته، جز در قسمت نوجوانان و جوانان که مصرف سیگار کاهشی پیدا نکرده، شاید افزایشی داره با آمارا در امریکا آشنا نیستم، در بقیه گروه های سنی حق با شماست کاهش پیدا کرده، ولی دلیلش اولا شاید موضوع آموزشه، دوم تغییری که در جامعه امریکا پیدا شده اینه که بسیاری از جوانها اگر به دنبال مواد مخدری از جمله سیگار بودن به سمت ماریجوانا رفتن و ماریجوانا یا ماریجوانا یه مقداری درصدش در مراکز شهری افزایش پیدا کرده، بنابراین تا اونجایی که خیلی باورشون بر اینه که مصرف ماریجوانا یا ماریجوانا به مراتب آسیبش کمتر از سیگار مثلا وقتی از روزی 10-15 تا بیشتر است که درش کمی هم حقیقت وجود داره، برای که از نظر سلامتی آسیب سیگار خیلی بیشتره ولی پیامدهای ماریجوانا در زمینه‌های دیگه است. بنابراین موضوع جنبه بسیار پیچیده داره و خیلی از اوقات در فرهنگ تا فرهنگ متفاوته. بذارید یه نکته کوچک دیگه هم اشاره کنم. مهم ساختار تربیتی جامعه است. مثلا وقتی شما به 3 سال اول کودکی توجه کنید که برخی از جوامع زمینه رو برای اعتیاد بیشتر از جوامع دیگه به خاطر نوع نظام تربیتی پدر و مادر در 3 سال اول یا محیط‌های آموزشی دارن که اگه لازم شد راجبش صحبت خواهم کرد. کوتاه سخن، من به جرئت میتونم اگر فهرست خدمتتون عرض کنم برای ماده مخدر چراییش و چگونگی برخورد باش به راحتی میتونم به 100 تا عامل که هر کدوم از اینا نقش و تأثیری دارن و در برخی از جوامع اهمیت بیشتری دارن توجه کنم. بنابراین موضوع ابعاد پیچیده‌ای داره و بالاخره آخرین جمله ما در طول تاریخ داشتیم اون رو به خاطر مسائل و مشکلات و ضمناً توجهت رو به این نکته جلب میکنم که اعتیاد دو نوعه، مثبت و منفی، و بنابراین بسیاری از جوامعی که اعتیاد منفی مثل مشروب و سیگار و مواد مخدر یا تنوع پرستی جنسی رو ندارن اعتیادهای دیگری دارن، از نوع کار بیش از اندازه، درس بیش از اندازه و مذهب، چون اونا هم از نظر علمی یه نوع اعتیاده، برای که همش دو تا عنصر اجبار و تکرار داره و بعدم همه مرتبط به قسمت لیمبیک سیستم مغز
که اگر لازم شد عرض میکنم کی چه اتفاقی میفته و به همین جهت است که شما با جوامع روبرو میشید که ممکنه میزان اعتیاد منفی به مواد مخدر و مشروب کمتر باشه ولی اعتیاد مثبتشون که خودش نوعی از اعتیاد اونجا سخت و سنگی. آی دکتر اگه نظر شما رو بپذیریم که بله اعتیاد اگر آزاد هم بشه میزان اعتیاد در جامعه پایین نمیاد دقیقا. اما یه اتفاق میفته، شما این همه امکاناتی رو که صرف سیستم زندانبانی و معامله کردن و برخورد کردن با معتادین دارید از در جامعه آزاد میکنید، میتونید اینو سوق بدید به طرف آموزش جامعه. خب اون دو تا اشکال داره جامعه فروزنده. اولش اینه که در کوتاه مدت شما بهتون آسیبا میخوره به خاطر افزایشش. دوم برخی از مواد مخدر با آزاد کردن و در دسترس بودنش، یعنی اکسسیبیلیتیش خطرناکه. یعنی شما بیاد کوکائین رو یا هروئین رو آزاد بگذارید تو هر جامعه ای احتمالاً از پا در میایید. علت چیه؟ از که این مواد مخدر به دلیل ویژگی‌های روانی و شرایط اجتماعی دنیای امروز ممکنه هر کسی رو در یک سال که چند روز حتی در شرایط بدی قرار میگیره در صورت عمومی بودنش نزدیک کنه و بسیاری از این مواد مثل هروئین یا کوکائین برخی از خود با یک بار شما گرایش‌های در حقیقت ویدرا رو پیدا میکنید که نمیتونید ازش خودتون رو دور کنید و جز در مسیر خیلی سیستماتیک علمی که اگر باش روبرو نشید شما رو گرفتارتون کنه. بنابراین اشکال کار برخی از این مواد مخدر این است که هیچ وقت نمیتونه آزاد و قانونی بشه و در نتیجه آزاد شدن و قانونی شدنش خطرات بیشتری رو داره. به من بفرمایید درباره سیگار یا مشروب یا تا ماریجوانا در امریکا رو عرض میکنم غیر قانونی بودنش که از میان رفته و اگر تریاک باشه، تریاک که در امریکا همچنان غیر قانونیه، همچنان غیر بله. بنابراین ولی سیگار و مشروب و ماریجوانا در برخی از ایالت‌های امریکا که تا حدودی جنبه غیر قانونیش از بین رفته و گذاشتن اون پولی که صرف این میشد، مثلا در امریکا فکر کنم برای کنترل ماریجوانا 1.2 بیلیون، یعنی 1200 میلیارد دلار، 1200 چون بیلیون بود، 1200 میلیون دلار همطورش به درستی اشاره فرمودید خرج این کار میشد که اینو تو کار آموزش بذارن نتیجه بهتر. ولی برای ماریجوانا درسته، برای کوکائین درست نیست، برای هروئین درست نیست. ولی قدم به جلو نیست؟ قدم به جلو هست ولی یه قدم به پیش از جانب دیگه هم هست. یعنی اگر شما من به عنوان کسی که کمی کمی هم با مسائل روانی هم اجتماعی آشناست هم میتونیم با مسائل حقوقی آشناست به من بفرمایید که ما میخواییم در یه جامعه مانند امریکا مواد مخدر سنگین رو مثل کوکائین رو یا هروئین رو از غیر قانون بودن در بیاریم، من باش مخالفم. برای که به نظر من میزان اعتیاد رو افزایش میده و این نوع اعتیادها جرم و جنایت رو در زمینهای دیگه افزایش میده که شما نیروی پلیس رو حالا باید اونجا درگیر رو گرفتار کنید و اون وقت هم با مسائل دیگه همراه باشید. به همین جهت است که ما در هر زمینه یه حدی از آزادی همیشه شرایط رو بهتر میکنه و کار رو از نظر هزینه ها مناسب تر. یه جایی که میگذره اون وقت هزینه در حقیقت آزاد گذاشتن، نه آزادی، آزاد گذاشتن و قانونی کردنش ضربه های بیشتری میزنه. به همین جهت است که شما نگاه کنین مثلا فرض کنین به کشوری مانند روسیه به دلیل برخوردی که با مشروب داشتن شما نه تنها گرفتار الکل رو در این کشور دارید، گرفتاری های دیگه حاشیه‌ایش رو در جهت خشونت ها و در جهت فریبکاری ها به خاطر ویژگی که آدم معتاد پیدا میکنه که انکار از یه طرفشه، پنهانکاری و دروغ و فریب همراهش میاد و بعدن با خودش در محیطهای اجتماعی و اقتصادی تقلب رو و میون بر زدن رو و هر نوع انحرافاتی از این قبیل رو شما میتونید ببینید که هم در داخل روسیه میتونید ببینید، هم به هر حال درصد بالایی از مهاجرین روس هر جا که هستند نوعی متفاوت رو از آنچه که شما انتظار دارید انجام میدن. بنابراین همچنان سر اون نظر و عقیده‌ای که خدمتتون عرض کردم هستم که
قانونی بودن رو یا مجاز بودن رو برای برخی تا یه حدی میدونم، برای برخی از مواد مخدر سنگین نه. به نظر من همچنان غیر قانونی بودنش سر جاشه. حتی موارد ضمن اینکه در اکثریت این موارد شما برای آدم معتاد کاری نمیتونید بکنید. اشکال کار جناب فروزنده اینه که امیدوارم این کسی رو اذیت نکنه. اگر از مسیرهای خیلی درست که امروز از نظر علمی به مقدار زیادی شناخته شده شما حرکت نکنید، معمولا ماجرای اعتیاد یه چیزی نیست که بشه به این راحتی از شرش خلاص شد. کوتاه سخن، در برخی از این موارد تقریبا اینکه شما بتونید اعتیاد رو خودتون، مثلا یه نفر بگه من خودم اعتیاد هروئینم رو یا کوکائینم رو یا شیشه رو یا اینا رو کنار میگذارم، شاید از 5% هم نگذره. اشکال کار در دو چیزه. یکی ویژگی روانی آدمی که به سمت این اعتیاد کشیده شده و دوم این مواد مخدر لعنتی که کل سیستم رو عوض کنه. شما در تصاویری که من هم کمیش رو دیدم، برای که من قبلا ندیده بودم هم اکنون دیدم، شما میبینید با یک کسی روبرو هستید که حالا دیگه بحث واقع بینانه علمی عاقلانه حتی احساسی عاطفی مطرح نیست. فرض کنید تو همه این گروه مادر طرفم بیاد ازش خواهش کنه، پسرش هم بیاد رو دست و پای این مادر و پدر بیفته که پدرم مادرم نکن، مثال، فکر به این اثری داره؟ یعنی شما در اون آدما توانایی اون درک واقعیت، ارزیابی و قضاوت و تصمیم گیری رو دیدید که برگرده بگه نمی کنم دیگه، من نمی بینم؟ یعنی برخی از اوقات اینا یه بیماری هاییست. برای الگوی اعتیاد هم خیلی اونا پیشنهاد میکنن که من با شروطی بهش میتونم توجه کنم، که در حقیقت از عهده فرد خیلی کار زیادی ساخته نیست. اینا مسئله نمیدونم اون حرف بیمورد اراده و اینا نیست، یعنی اینا حرفای خیلی خامیست که آدم ندونه مغز چگونه کار میکنه و معتاد تا 24 ساعت چه وضعیتی قرار میگیره. آدم ها میتونن چند ساعتی، فرض بفرمایید من و شما 23 ساعت و 59 دقیقه بتونیم خودمون رو اداره کنیم و کنترل کنیم، اگر یه دقیقه نتونستیم چی؟ برمیگردیم سر اعتیاد. اشکال کار در تداوم ایناست. و چون انسان هم در ارتباط با خودش، هم در ارتباط با دیگران، هم در ارتباط با اوقات فراغت یا تنهایی که پیدا میکنه موج میزنه، شما یه آدم یه دست و یک نواخ که ندارید. یعنی من میتونم تو این مهمونی با شما باشم، خوشحال بگم، بخندم، ولی وقتی رفتم تو اتومبیلم یا رفتم خونم، غم دنیا منو بگیره. و فقط یه فاصله نیم ساعته بوده که من از اون حالی که شما فکر کردید تمام امید به زندگی رو و ارتباط رو داره، حالا تبدیل میشم به یه موجود ناامیدی که ممکنه دست به خودکشی بزنم و خودم رو بکشم. خب حالا اعتیاد یه نوع خودکشی تدریجیه دیگه، یه نوع خودکشی تدریجی است که توجیه و توجیهی هم داره به دو دلیل. یکی اینکه اون حال منو عوض میکنه، دوم که اگر خراب بشه یه زندگی خراب رو ای بسا خراب کرده، خرابتر که برخی از اوقات نکرده. به همین دلیل که شما اگر با معتادین کار بکنید، برخی از اوقات میبینید میگن خب مثلا بهتر از این چی؟ همینه دیگه. برای که دام اعتیاده، یک مرابه، یک جاییست که وقتی شما توش افتادید به این راحتی ها ازش خلاصی ندارید. پس شاید تأکید برنامه های مبارزه با مواد مخدر بیشتر بر آموزش و پیشگیری از ابتلا به اعتیاد باید باشه. جناب فروزنده، بیش از آموزش و پیشگیریه. بذار من به شما یه جور دیگه عرض کنم. من فکر میکنم اگر 3 سال اول زندگی، حالا یه کمی هم بریم جلوتر گرچه احتیاج نیست، 6 سال اول زندگی همه این معتادی، 3 سال اولشون درست بود، 75% اینا معتاد نبود. پس به من شما بفرمایید که اعتیاد ریشش کجاست؟ میگم تقریبا 1 تا 3 سالگی یا 14 تا 36. چرا؟ علتش این است که در اونجا مغز با یه تغییراتی همراه میشه. بذارید یه مثالی برس کنم یا مطلب. شما میدونید مغز من و شما 3 تا لایه است دیگه. از اولم
درستش نکردن به عنوان یه ساختمون سه طبقه، یه طبقه شو درست کردن، بعد طبقه دوم، بعد طبقه سوم. طبقه اول که پایه مغز و سیستم حسی اونجاست، همه وظایف حیاتی بدن اونجاست، قلب اونجاست، فرض کن ریه اونجاست، جهاز هاضمه اونجاست. این سیستم بر اساس اصل طبیعت دوریه، یعنی میچرخه. بنابراین که من و شما تشنه میشیم، گرسنه میشیم، خوابمون میاد، خسته میشیم، قدرت ترشح میکنن، یعنی یه سیستم کاملا دورانی است، دوران سیکل سایکل، درست. سیستم لیمبیک سیستم قرار سیستم خطی باشه، یعنی من و شما بریم و در نتیجه به سمت بالا حرکت کنیم. برای بسیاری از مردم که در این دوران که بین 1 تا 3 سالگی آسیب می‌بینن، سیستم خطی میچرخه و تبدیل میشه به دایره. و اصلا اعتیاد یعنی چی؟ اعتیاد یعنی اجبار و تکرار. اینکه من و شما نفس میکشیم و دوریه، اینکه من و شما گرسنه و تشنه میشیم که دوریه، واقعیت حسیه. ولی در سیستم احساسی قرار ما پیش بریم. همینه که شما میدید بسیاری از مردم راجبه یه موضوع شروع کردن به فکر کردن و 10 دفعه و 100 دفعه فکر کردن. علاش نیست که سیستم لیمبیک سیستم که روی این پایه گذاشته شده قرار نبوده دوری باشه. اتفاقی که میفته بین 1 سالگی یا حتی 3 تا 6 سالگی، ولی اساسش اونجاست، سیستم را آنچنان آسیبی میزنه که شبکه شروع میکنه به چرخیدن و در نتیجه من وارد مرحله‌ای میشم که برای اینکه درد نکشم و رنج نبرم، که معمولا با استراب همراهه، افسردگی همراهه، شرم و خجالت همراهه، نتیجه اینها خشم هست که همه 1 تا 3 سالگی شکل و فرم میگیره، همه 1 تا 3 سالگی شکل و فرم میگیره. من درگیر این دایره میشم. حالا من با استرابم، با وحشتم، با افسردگیم و با خشمم چه کنم؟ سیستم حسی رو باید به هم بذارم تا این سیستم احساسی تغییر پیدا کنه. سیستم حسی رو چگونه میشه به هم زد؟ از طریق مواد مخدر. یعنی منی که الان گرفتار وحشتم و غمم و خشمم، که این 3 تا عامل اصلی است که کنارش گناه و خجالت و احساس حقارتم میاد میچسبه، من وقتی مشروب میخورم چی میشم؟ من اون حسای بد رو ندارم. تازه در بیشتر مردم، نه همه، یه احساسی از شادی و شور و شوق پیدا میکنم، به قول معروف شنگول میشم. این آدم قبلا منگول، حالا شنگول شده. خب سیستمی که میتونه من رو اولا از حس و احساس بدم در بیاره و نه تنها اون رو از بین بره، جایگزین پیدا کنه، معلومه که چنین سیستمی سیستمیست که آدم ها به دنبالش میرن و به تدریج این سیستم جا باز میکنه تو اون مسیر دوری. نتیجتا شما وقتی با معتاد روبرو میشید گرفتاریست. همینجا باز یه نکته عرض کنم، چرا برخی از آدم ها هستند که ژن الکل رو دارن؟ معناش اینه که الکل تو بدن این آدم ها خیلی بیشتر از آدم های دیگه، بسا چند برابر بیشتر از آدم های دیگه، با مقدار کم اون تغییرات اساسی رو به وجود میاره، حتی اونا رو از این مقدار انهبیشن یا قید و بندهای دیگه آزاد میکنه. یعنی درست مثل آدمی که قبلا دست و پاش به زنجیر بسته بوده و مونده، شما آزادش میکنید، حالا میتونه حرکت کنه. بنابراین ماجرای اعتیاد ریشه اصلیش در 1 تا 3 سالگی است، یعنی اصلا با یه چیزی به اسم خشم، ببخشید، با شرم و خجالت آمیخته است. بذار جمله رو اینجوری عرض کنم، من هنوز آدم معتادی که خجالتی نباشه ندیدم، فراوون دیدم. همه آدمای معتاد خجالتی هستند، همه از آنچه که هستند و از آنچه که دارند خجالت میکشند. این حس و احساسی رو که نتیجه آنچه هستند و دارند رو دوست ندارن، پس باید از بین ببرنشون. بنابراین به اون سمت میرم. اعتیاد مثبت هم دقیقا همین کار میکنه، مردم پناه میبرن به مذهب و خدا، برای که نمیخوان دنیا رو حس و احساس کنن، نمیخوان با جهان و جهانیان و زنده ها زندگی کنن. برو به سمت خدا، برو به سمت علم، حالا بیا در جهت درک واقعیت های جهان حرکت کن و مسائل جهان رو حل کن. برجاست که روزی 16 ساعت من درس میخونم، یا برو سراغ کار. آدمای ورکهالیک، آدمی که تمام عمرش داره کار میکنه برای اینکه میخواد دنیا رو حس و احساس نکنه. چرا برخی از آدما کار میکنن؟ برای اینکه میخوان دنیا رو حس و احساس کنن.
چرا برخی از آدم‌ها از 8 صبح تا فرض کنین 8 شب کار میکنن که خسته برن خونه تبدیل میشن به کار خانه خواب کار میکنن میرن خانه و میخوابن؟ چرا اونجا که میرن حوصله کسی رو ندارن؟ چرا اونجا که میرن باید مثلا یه آبجویی بخورن یا یه شرابی بخورن یا برن قبلا هپی آورز بعد برن خونه پای تلویزیون بشینن که از اونها هیچ انتظاری نداری؟ اخیرا هم حتی قبلا باید میرفتی تو نزدیک تلویزیون کانال رو عوض کنید، حالا میگیرید میشید با یه ریموت کنترل تق و تق حرکتش میدید. به همین قدر هم که حستون از اون چیزی که میرید راضی نبود میرید یه جای دیگه و میرید یه جای دیگه. بنابراین من تبدیل میشم به یه موجودی که فقط میخوام دنیا رو یه جور دیگه حس و احساس کنم. این کاریست که بچه‌ها یه جور دیگه میکنن، دور خودشون میچرخن، سرشون گیج میره چون حس رو به هم میریزن، براشون لذت دوباره پا میشن میچرخن برای اینکه بخورن زمین. برای اینکه مطالعات علمی نشون میده چهار چیز موجب انجویمنت میشه، یکی از اونها تغییر حسه. مواد مخدری همچین نقشی رو هم دارن، حس رو عوض میکنن و احساس رو دگرگون میکنن. شما با یه موضوع جدی دارید میجنگید. بنابراین اگر من و شما در 3 سال اول آسیب دیدیم، خطر اعتیاد همشم برابر. چه ناسیبی؟ بیشترین آسیب در 3 سال تعجب نکنید، اولش برمیگرده به نبودن آزادی در کودک. ببینید تکرار کنید یعنی چی؟ ببینید کودک بین 1 تا 3 سالگی بزرگترین مسئله و مشکل مغزش اتانومی خود مختاری است. بنده است که من تمام مدت فریادم فریادوار با پدر مادر این که بین 1 تا 3 سالگی بچه ها رو آزاد بگذارید، خانه ای درست کنید، شرایطی درست کنید که بچه برای خودش و دیگری خطر نش بشه، هر کار دلش میخواد بکنه. آزادی مطلق هر چه ممکنه بدون شرط، رو یادتون باشه، به خودش و دیگران آسیب نزنه. یعنی اون تنها شرطشه. ما درست و غلط و خوب و بد نداریم، هر کاری کرده چرا؟ برای اینکه مغز میخواد آماده بشه برای که پرواز کنه. علاج این هست که بین 1 تا 3 سالگی بدن انسان و بدن کودک و مغز کودک مثل یه پرنده است که پر در بیاره برای پرواز. برای اینجاست که اتانومی خودمختاری بزرگترین مسئله کودک. در اینجا خطری که متاسفانه برای کودک بین 1 تا 3 سالگی است ماجرای مدفوع و ادرارش. و به همین جاست که شما تمام آدمای گیر و گرفتار که به عنوان آدمای وسواسی میشناسیم، چه obsessive compulsive personality disorder شخصیت وسواسی مجبور، چه OCD obsessive compulsive disorder که نوع شدیدشه، معمولا اینا مشکل مدفوع دارن در کودکی. علتش هم این هست که خودشون رو نگه داشتن و مغز خودش رو نگه داشته. hold on to everything، همه چیز رو نگه دار. تمام هنر زندگی اینه که تا که یه چیز رو نگه داریم که چیز رو ول کنیم. هر چیزی اونا نگه میدارن همه چیز رو. بنابراین خسیس هم میشن، حرف هم نمیزنن، اطلاعات هم به شما نمیدن، پولشون هم از خودشون دور نمی کنن. همه چیز براشون میشه جمع کردن، حالت جمع کردن ذخیره کردن پیدا میکنم. امیدوارم کسی رو اذیت نکنم. این حالت قدیمی اونا رو میبره حتی برن سراغ چیزای قدیمی، به چیزای قدیمی، نه اونا که مایه هنری دارن، به اونا دل خوش میکنن، چیزها رو عوض نمی کنن، میخوان ثابت بمونن، محبتشون رو ابراز نمی کنن، ریسک نمی کنن، خطر نمی کنن، با ترمز روانی زندگی میکنن، برای که همه وجود میشه نگه داشتن. شما میبینید این آدما درگیر تکرار میشن، یه جا میرن، یه چیز میخورن، یه جور لباس میپوشن، یه گروه از آدما رو باشون حرف میزنن، تمام مدت به دنبال شباهتند نه به دنبال تفاوت. و بعد سیستم شروع میکنه تو همه چیز دور زدن. یعنی شما میبینید حرفاشون یه چیزه، رفتارشون یه گونه است، شبکه دوستان چه. چرا بسیاری از ما اینقدر علاقمندی بریم سراغ فامیل که همون حرفایی بزنیم که 30 سال زدیم، نه فامیل یکی دیگه، همین جسد بوده از سراغ فامیل همسر باشون هستیم، همون حرفایی که 100 بار و 300 بار شنیدیم یا 3000 بار شنیدیم. چرا اون تکرار برای ما جالب؟ چرا بچه کوچولو به شما میگه یه قصه رو بگو و بعد از که 2000 بار شما گفتید باز میاد پلوی شما به عنوان با بزرگ یا فرض کنید عمو، تو رو خدا اون قصه همه رو برای بعد از بار دوم حفظه. علتش هست که مغز از تکرار لذت میبره، آرامشش اونجاست. به همین جاست که بچه ها حاضرن یه بازی رو با شما 500 دفعه بکنن. و به همین جاست است که در کودکی ما از طریق تکرار به آرامش میرسیم. بسیار از مردم چرا تا شما رو میرن درد دل میکنن؟ چرا این درد دل برای چند هزار نفر تا حالا کردن؟ چرا وقتی وقت رو خط رادیو تلویزیون دوستان تشبیه هم بهشون میگم ببینید اینجا آمانیم یه جور گرفتیم
لطفاً اون حرفایی که با همسایه و تو مهمونی 100 دفعه 300 دفعه گفتید برای من تکرار نکنید، چون حرفا ابداً گزارش واقعیت نیست. بسیار از ما با تکرار بسیار بسیار دلخوشیم، اصلا از اون لذت میبریم. آقای دکتر، این توضیحات که شما میدید در بین 3 سال اول زندگی درسته و بین 1 سالگی تا 3 سالگی این پایه ما رو میگذاره نیست؟ بله. آقای دکتر، شما دارید به من میفرمایید ما با یک نوع مریضی، یک نوع بیماری، یک سری بیماری، اصلا نمیتونم توانندیش کنم که چجوری بگم مطلبم رو، مواجه هستیم که برامون به اندازه‌ای که مسئله سرطان هات هست نیست و نمیفهمیمش. متاسفانه با شماست. متاسفانه این نتیجه گیریتون بسیار درسته و حق با شماست. جان به فروزنده، ببینید من آدم 50 ساله رو ببینم، لطفا به عرضم توجه کنید، اطمینان نداره، امنیت نداره، آرامش نداره، امیدوار نیست، خوشبین نیست، مثبت نیست، پشت کار نداره، اعتماد به نفس منفی داره، میگه نمیدونم و نمیتونم، شکاکه، خجالتیه، وسواسیه، کل شق و یه دنده است، خشم و خشم انفجاری است، افسردگی عمیق و سنگین داره، پانیک اتاک حمله وحشت و هراس داره، بدجنسه، کینه توزه، بسیار بسیار میتونه تمیز یا کمی کثیف باشه، یعنی خیلی کثیف ولی بیشتر تمیز، بسیار مرتب و منظمه، بسیار وقت‌شناسه، بسیار مولده، اهل سنگین کاره، اهل شدید علمه، به خدا چسبیده، دست از سر خدا بر نمیداره، ارتودکس ارتودکس، متعصب متعصب، تمام اینا بدون استثناء تو هر آدم 50 ساله که دیدم بیشترین نقش و سهم رو 3 سال اول داره، یعنی این 3 سال اوله که تخم همه اینا اونجا کاشه. تمام اینایی که خدمتتون عرض کردم، یعنی من هر کدوم از اینا رو در هر آدمی ببینم معتقدم 70-80 مثلا وقتی شدیده 70-80-90% برمیگرده به این دوره، 70-80-90% بنابراین اونجاست که ساخته میشه. خصیصی رو هم قبلا عرض کردم، چون اینا موضوعی است که مغز باش عادت کنه. جامعه فروزنده، من و شما چرا فارسی رو بدون احتمالا لهجه صحبت میکنیم؟ چرا فارسی این گونه حرف زدیم؟ برای که ما در 3 سال اول تو وجودمون نشسته، اینا تو وجود من و شما میشینه. بنابراین شما هر وقت این مشکلاتی که عرض کردم ما رو اونجاست، ولی شما به من بگید احساس گناه، مال اون دوران نیست. شما بگید تقصیر، مال اون دوران نیست. شما من بفرمایید احساس حقارت، مال اون دوران نیست. شما به من میگید عدم تمایل به ایجاد ارتباط با دیگران، مال اون دوران نیست، اینا مال بعده. ولی اون شاید 23-4-5 تا مشکل روانی که خدمتتون عرض کردم که پایش اطمینانه، همه مال 3 سال اول، یعنی اقلا 9 تا مشکل اصلی انسان مال 14 ماه اوله، یه چیزی نزدیک 15 تا مسئله انسان مال 1 تا 3 سالگی است، یعنی 24-25 تا گرفتاری بزرگ از شاید 50 تا مشکل انسانی، 25 تاش مال 3 سال اوله و اعتیاده اونجا نشسته. باز جمله‌مو تکرار میکنم، من به دلیل کارم به راحتی میتونم عرض کنم، طوری که گفتم آدمی ندیدم معتاد باشه خجالت نباشه، آدمی ندیدم معتاد باشه 3 سال اولش خوب باشه، مثلا بین 1 تا 3 سالی، یا پدر و مادری داشته یا نادان یا نامهربان یا تنبیه کننده یا بیمار فیزیکی یا بیمار روانی یا کسی که کنار بچه نبوده یا درگیری حالت عصبی و عصبانی با خانواده خودش و خانواده همسرش داشته. یعنی اینا وقتی که جمع میشه کودک رو در یه مرحله عدم امنیت و آرامشی میبره که اینا گرفتاریاشه و زمینه فراهم میکنه برای اعتیاد. حالا یه ده میفتن دنبال اعتیاد مثبت، میفتن به این فکر که درس بخونه دانشمند میشه، یه دم میفتن دنبال کار و کوشش و 60 سال روزی 10 ساعت کار میکنه، یه دم میچسبن به خود خود خدا و دقیقا مواظب دونه به دونه فرمان او هستن به گونه که اونا میفهمن. اینه که شما ریختاشون رو میبینید، رفتارشون رو میبینید، گویی اصلا هیچی وجود نداره جز همین موضوع ها.
حتی برخی از اوقات قیافه ها با دنیای امروز هیچ شباهت و نزدیکی نداره، ولی اونجاست و باید یه کارایی رو دائما بکنن برای او. اینا همشونه و باز به همین جهته که شما میدید یه آدم معتاد خیلی از اوقات دفعه مذهبی میشه. چرا؟ برای که ریشه هاش یکیه، فقط از یه اعتیاد منفی میره به سمت اعتیاد مثبت. البته شما مثبت بدونید، خیلی اون هم مثبت نمیدن، ولی مثبت حداقل اون زیان و ضرری که توی استفاده از مواد مخدره تو علم یا کار یا مذهب اگر افراطی نشه نیست برای خودش. یعنی شما دارید به من اینو میگید که ارزون ترین شیوه مبارزه با مواد مخدر که این انسانی پتانسیالی تمایل نداشته باشه به این است که ما این شانس رو بیاریم در 3 سال اول زندگی با یک دنیای مهرآمیزی مواجه باشیم و دانا و آگاه. right. خب دکتر همیشه عرضون اینه جناب فروزنده، بذارید حرفمو بگم. هرگز هرگز اوضاع دنیا درست نخواهد شد مگر دو چیز درست بشه. یکی 8 سال اول کودکی درست بشه که ما اونجا لط و پار نشیم، دست و پای ما قطع نشه، چشمای ما رو در نیارن دور بندازن. یکی عقل یا دقیق خردگرایی اساس رفتار ما در روابط اجتماعی شه. تا این دوتا اتفاق نیفته ما از داعش میریم سراغ عرض کنم هیپیگری، از هیپیگری میریم سراغ فرض بفرمایید به مرتبه ریاضت شاقه، از اونجا سر از عرفان آسمانی در میاد، فرقی نمی کنه. عرفان حلقه هم هست، همه چیز، یعنی همه اینا یه مکانیزمایی است برای انسانی که گم شده، انسانی که واقعیت و علم و عقل مبنای زندگیش و اصالت زندگیش در بزرگسالی نیست و در 8 سال اول به خاطر دو چیز اصلی، نادانی و نامهربانی پدر و مادر و محیطش و البته در برخی از جوامع عدم امکانات. پدر و مادر دانای مهربان، مهربانی تنها فرق نمی کنه. این درست بسید که من و شما بگن فرزندتون الان تو اتاق عمله، من و شما مدعی بشیم که از ما نزدیکتر به این بچه کیه، بذارید ما خودمون میریم عملش میکنیم، من و شما را بیافتیم بریم تو اتاق عمل، بچه همونو میکشیم میام بیرون. برای مهربونی کار نمی تو هم با آگاهی است، بدون آگاهی. به همجاست که پدر و مادر به صرف این که ما مهربون بودیم و به خاطر شما چقدر زحمت کشیده ما اینا هیچ چه نمیتونم من ثابت کنم. یه بیننده ای پرسش کردن که چجوری میشه به معتادین در ایران کمک کرد و چجوری میتونیم خانواده هاشون رو کمک کنیم. شما من جوابی برش دارم. بله چیه جواب؟ جواب من این است که کار محدوده، ولی بهترین کار در ایران حتما 12 step programه، 12 گامه، برای اینکه مطالعات نشون میده این مجموعه 12 قدم یا 12 step program برای شرایطی مانند ایران بیشترین و بهترین جواب رو میده. یعنی به وجود آوردن AA پروگراما که خوشبختانه در ایران هست و گروه الانان که به دنبالش هست که برای خانواده های اونهاست. یعنی در کوتاه مدت آنچه که طی 60-70 سال گذشته یا حتی بیشتر که خیلی شایع شیوعش از اون زمانه، میلیون ها بلکه صدها میلیون نفر معتاد رو این گروه ها تونستن کمک کنن. ما از طریق روان درمانی و روان پزشکی و اینها خیلی کارا کردیم برای گروه هایی، ولی هنوز مدلی که 12 step program داره با توجه به شرایط اجتماعی بهترینش تشکیل این گروه هاست و در اونجاست که به دلیل اون 12 باوری که البته جای گفتگوست یا 12 قدمی که بردارن بیشترین امید رو مخصوصا برای مواد مخدری که خیلی سنگین نشدن که فرد رو به طور کلی از کار بیاندازن بهترین جواب میده. بنابراین 12 step program plus اون پلاسش روان درمانی و دارو درمانی است که میفهمم برای بعضی هم این 12 step program برای یه درصدی کار نمی کنه، ولی هنوز بهترینه. بنابراین اگر یه کسی در ایران بخواد به جنگ مواد مخدر بره در این حد، یعنی با معتاد قرار نیست درگیر باشه، با ماده مخدر بخواد درگیر بشه، 12 step program 12 گام بهترینی است که جواب ده. همه جای دنیا بهترین جواب رو داده از جمله امریکا. به همجاست که شما اگر نگاه کنید به آماری که اونها تونستن آدم‌ها رو کمک بکنن و از اعتیاد بیرون بکشن به مراتب بیشتر از مجموعه تمام روانشناسان و روانپزشکانی که دستن در کار اعتیاد بودن. ولی روزی که مواد مخدر سخت و سنگین بشه اون وقتی تکس کردنشون و بعدن
نوعی سازمان‌های دیگری که برای یکی دو ماهی باید فرد رو در اختیار بگیرن تا بتونن وجودش رو به یک اعتبار پاک کنن احتیاج است. ولی در حد کلی بدون تردید ماجرا 12 step program. در این حال حالا شاید در آینده با هم بحث کنیم، شما یک به قول معروف زدید به جاده خاکی در فرمایشاتی که فرمودید، و اون که تمام این کارهای سیاسی و آزادی و رهایی و همه این حرفا رو گفتین نه هیچ کدومش حل نمیشه، همه تلاشتون هم که بکنین رسید به داعش و هیپیسم و همه این گروه هایی که هستن. دکتر کجا بایستید؟ نه خب من که اینجوری فکر نمی کنم که شما این نتیجه گیری کردید. عرض من این است که فرمایش فرمودید. نه من خیلی ساده است، من معتقدم کاری که پدر و مادر در 8 سال اول میکنن الان با 50 سال گذشته خیلی فرق کرده. اینی که در یه زمینای حرکت بگه، ولی من عرضم این بود که مسائل و مشکلاتمون رو حل نمیتونیم بکنیم مگر اون کارو بکنیم، بلا از یه مشکل به یه مشکل دیگه میریم. معلومه که این مشکلات و مسائل میتونن کمتر یا بیشتر بشه، نوعش فرق بکنه، در اون مسیر هم داریم قدم برمیاریم. به همین جهت است که ما اگر میخوایم یه دنیای خوبی بسازیم باید 8 سال اول درست کنیم. بغلم خرد رو بیاره، یعنی بلیت لاتاری زندگیمون باید ببره، پدر و مادری رو داشته باشیم که هم آگاهی داشته باشن، هم عشق داشته باشن، هم مهربانی، بتونن ما رو از این دوران بسیار سخت به سلامت. نه خیلی مشکل نیست جان بفروزنده، شما چون مطلبی رو فرمودید باید عرض کنم. تمام کار پرورش و تعلیم و تربیت با آموزش 100 ساعت مطلب روشن میشه، درست مثل هستاری که 5 ساعت رانندگی یاد میگیرید 50 ساعت رانندگی میکنید. اصلا کار مشکلی نیست، شما فقط 3 ماه یه وسیله ارتباطی رو مثلا در ایران یه رادیو تلویزیونی رو با یه مقدار امکاناتی که البته سیستم دولتی ای بیاد که اون کار ساده‌تره میشه اینا رو به مردم منتقل کرد. چرا؟ برای که پدر و مادرها این اشتیاق رو دارن، این آرزو رو دارن، موضوع مهربانیشون یه ذره جای گفتگوست، ولی حداقل مدعی هستن. بیاد رو اون خیلی کار نکنیم، بریم سراغ آگاهیشون، آگاهی رو بدیم. خیلی از اوقات حتی مسائل ساده کار رو راحت تر میکنه. بذارید من خدمتتون عرض کنم جناب فروزنده، ما 3 واژه متفاوت داریم: پرورش، تعلیم و تربیت. تو 12 سال اول بیش از 80% زندگی کودک پرورشه. پرورش یعنی چی؟ یعنی مواظبت و مراقبت از زندگی در حال رشد، مواظبت و مراقبت از زندگی، یعنی پدر مادر هیچ کاری نکنه، فقط مواظب باشه. درست مثل برای شما پشت فرمون با انجین ماشین که کاری نداریم، پشت فرمون رانندگیمون رو میکنیم، یه گاز ترمز فرمون. یه باغبان دانه رو به درستی میکاره، در زمین مناسب آب میده، در میاد، قرار نیست که کاری باش بکنه. اشکال کار، لطفاً برزم توجه کنید، اشکال کار در یه فرهنگی مانند ما این است که پدر و مادر صبح تا غروب دارن سر این ماشین بدونی که مکانیک بدونن ور میارن، این سیما قطع میکنن، اون میگه به بچه به زور غذا میدن، به زور وادار به خوابش میکنن، به زور وادار به نمیدونم بغل خاله و عمه رفتنش میکنن. یا من شما بیام یه باغبانی باشیم، یه دانه رو بکاریم، هر روز درش بیاریم، نگاه کنیم به دانه پهلوی، دانه پهلوی چرا اونجوری شد، به این دختر خالت چه کرد، تو بکش بیرون، یه سیخی یه میخی تو این دانه بکنیم، معلوم از پدرش بیاریم. اگر پدر و مادر لطفی بکنن، هیچ کاری نکنن، ما جلوتریم. اشکال کار در این نادانی. وقتی میگید که با 100 ساعت آموزش میشه این کارو کرد، ممکنه که منابع مطالعاتی را مطرح کنید چه جوری میشه کرد؟ خود شما این کار کردین یا من بگذارید خدمت فرانس خانم جان به فروزنده. من اولین بحثی رو که به صورت سی دی و دی وی در بودم تقریبا 65 ساعت تا نزدیک 70 ساعت 65 ساعت گفتگو درباره پرورش، تعلیم، تربیت از تولد تا 19 سال، یعنی بخش اول فلسفه و هدف هاست، تولد تا 3، 3 تا 7، 7 تا 13، 13 تا 19، 65 سال عرضم توجه کنید. تمام عرایض من و حرفای من بی خود بریزیدش دور، 65 ساعت حرف درست رو بیارید، تمام دانشمندان دنیا جمع بشن برای بحثای اصولی و اساسی، 35 ساعت مطلب بیشتر دیگه نداره، میشه 100 ساعت. یعنی تمام بحث پرورش و تعلیم تربیت برای 98% پدر و مادرها در 98% موارد، میخوام اون 2% استثنا رو بگم، 100 ساعت. پس بنابراین مطالب من به کنار، تمامش بحثش این است. یعنی اگر شما نگاه کنید به مجموعه کتابایی که تو این زمینه نوشته شده و کار شده، یه همچین است. پس یه پدر و مادر که میخوان و مدعی عشق فرزندانشون هستن، به نظر من باید این 100 ساعت بدن. بذارید تو همین تلویزیون، تو همین تلویزیون اون موقعی که من برنامه داشتم، بانوی ارجمند تشوردن از کانادا، ایشون شروع کردن که من 3 پسر دارم، به نگفتن هیچی،
بعد شروع کردم باورم کنین جان فروزنده شاید 7 دقیقه 8 دقیقه تبلیغ برای مادری خودش، یعنی من چه مادریم، چه فداکاری هایی کردم، چه گذشته هایی کردم، چه کارا برای بچه هم کردم. همجوری گفتن 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 و ولی من صبر کردم تا رسیدن به اونجایی که گفتن الان 3 تا بچه دارم، هر 3 تاشون مشکل دارن. ولی من از اون نخواستم، گفتم میشه ازتون یه خواهشی بکنم؟ این برز من برای من مهمه. گفتم شمایی که مدعی رسید عاشق فرزندانتونید، تمام زندگی شما بچه هاتونه، همه این موضوع بچه هاتونه، من قبول میکنم، لطفاً نام 200 جلد کتابی که درباره پرورش و تعلیم تربیت خوندید رو برای من بیان کنید. خب سکوت گذشت. گفتم اشکال کارم این است که یه جور هم نخوندید، بذار راحتتون کنم. اصلاً با مهربونی، با تحمل، با زحمت بچه سالم نمیشه بار آورد، دانایی میخواد. بنابراین شمایی که مدعیه، پدر و مادری که مدعی عشق و محبت به فرزندشونن، باید 100% داناییشون اول ثابت کنن، فعلا من زیر بارشون نمیرم. محبت و مهربونیتون برای قلب من کاری نمیکنه جناب فروزنده، ماجرای مغز انسانی از این قلب مهمتره. هیچ پدر و مادری با مهربونی مشکلی رو حل نمیکنه. پدر مادر من نگید زحمت میشه، باز بذار یه حرف تندی بزنم. در بیش از 70-80% موارد وقتی پدر و مادری میان میگن من برای بچه‌ام خیلی زحمت کشیدم، منو نگران میکنن، چون وقتی آدم زحمت میکشه که کار درست نکرده. یعنی چی؟ از نظر من دو جور پدر و مادرن در دو تا در حقیقت این طیفی که من و شما داریم. یکی پدر و مادری که رانندگی بلده و پشت فرمون زندگی میشینه و با سرعت 100 کیلومتر یا 60 مایل میره. یکی پدر و مادری که چون رانندگی بلد نیست باید ماشین رو هل بده یا یه طناب بهش ببنده و بکشه. به من بگید به کجا میرسه؟ بنابراین برای این که اون اتومبیل باشه و اون رانندگی رو من شما بکنیم، اون 100 ساعت احتیاجه. همین و همین. شما اول دانا باشید، مهربونی رو که دارید دیگه خب اضافهش کنید. ولی شما فقط مهربون باشید کاری نمیکنید. ببینید پدر و مادرها، اگر من حتی به شما یه نکته رو عرض کنم، حتی سر مسئله غذا، طبیعت آمده یه جهاز هاضمه‌ای برای انسان درست کرده، دستگاه گوارشی که مثل حیوانه. هیچ حیوانی برای اینکه غذا بخوره احتیاج به آموزش نداره. بنابراین بهترین کاری که پدر و مادر میتونن بکنن این است که در آزادی کامل آنچه که خوب میدونن تو خونه از سنین پایین به بالا برای بچه فراهم کنن، همین دخالتی هم تو این کار نکنن، هر وقت خورد آداب و به قول معروف ترتیبی هم برش قائل نشن. بیشترین هنری که میتونن بکنن این است که از یه سنی به بالا بچه 2-3 ساعت یه دفعه غذا بخوره، نه نیم ساعت به نیم ساعت، همین، فقط این قاعده، بچه سالم بار میاد. اما روز که پدر مادر تصمیم گرفتن این باید بخوره، حالا باید این غذا رو بخوره، حالا باید صبح اینو بخوره، حالا باید نمیدونم شیر با کاکائو بخوره، حالا باید تخم مرغ براش بزنیم، حالا باید این غذا رو بخوره، حالا بخور، حالا بیا هواپیما میخواد بره تو دهن میدم تو بخوری تو، یعنی تمام این بازیاری که در میارن سیستم رو اصلا میپاشن. موضوع غذا که یه عمل فیزیکی است و طبقا مسئله روانی، تموم شده رفت، گرفتاری شروع میشه، دخالت دیگه. بنابراین شما من میفرمایید پدر مادر خوب چه به کار غذای بر فرزندش هیچ دخالتی نداری، بعد از 10 ماهگی 12-14 ماهگی هم شیر رو به بچه دیگه نمیده، دیگه نمیاد تا 3 سالگی شیر بده، دوست دارم، بچه هم میخواد، دلم میسوزه، حیفه، اما از این حرفا. خب تموم شد رفت، خراب کردی رفت دیگه، بعد انتظار چی رو دارید؟ یعنی اون چیزی که بخوام خدمتتون عرض کنم، وقتی عرض کردم پرورش یعنی لطفاً کاری نکنید. دکتر هزار تا سوال برام مطرح کردید، ولی یه چیزی بیننده ها رو بگیرم. خب اونها مقدمن دیگه. عجب روزگار سختی رو داریم. عجب روزگار عجیبیست یا غریبیست نازنین، اینجوری نگاش کنیم. بفرمایید، خواهش میکنم بفرمایید. بفرمایید آقای فروزنده. بله بفرمایید، خواهش میکنم. سلام، شبتون بخیر. شب شما هم بخیر. من مطلبی رو میخواستم در ارتباط با آقای دکتر هلاکویی بگم. من مدت 37 ساله که اعتیاد به هروئین، تریاک و ماریجوانا داشتم که البته این رو
به دلایلی به تفضل الهی که داستانی داره که من خیلی کوتاه خدمتون عرض میکنم ترک کردم. مطالبی که آقای دکتر هلاکویی میگن 80% غلطه و فقط شاید 20% درسته. هیچ مسئله 3 سال اول و مطالب بعدی و چه اصلا نیست. من و چند تا از دوستان من و برادر من که معتاد شدیم فقط روی لذت بردن و تفریح معتاد شدیم، در این که بریم مهمانی، بریم پارتی، با دخترها برقصیم، هروئین مصرف میکردیم و هیچ کدوم از اون مسائل در متن کار ما وجود نداشت. و من هم رو خط نگرشون موقعی که ترک کردم به این دلیل بود که احساس میکردم داره تریاک زندگی من رو و به خصوص کار من رو از من میگیره. پناه بردم به خداوند، چون تنها راهی رو که داشتم و میشتافتم خدا بود و از به خداوند گفتم که 1 سال از عمر من رو خواهش میکنم بگیر و این مواد رو از من بگیر. و عجیبه که من در یه سفری که به اروپا کردم، در اروپا در آلمان یه گرفتاری برای من به وجود اومد که منو 7 نوامبر اون گرفتار شدم و 1 سال در اونجا بودم و 7 نوامبر سال بعد رها شدم و در اون موقع ترک کرده بودم و کاملا بعد از 13 سال تریاک رو ترک کردم. مسئله خیلی بلنده، فقط خواستم بگم آقای دکتر 80% مطالبی که گفتن صحیح نبود، 20% صحیح بود. بذارید من از هستالی یه سوالی بکنم، حالا که لطف فرمودید تلفن کردید. شما اشاره فرمودید که در دوره جوانی برای این که برید با دخترها برقصید و خوب و خوش باشید هروئین مصرف میکرد. ممکنه من بگید چه ضرورتی داشت آدمی که میخواد خوب و خوش باشه با دخترها برقصه هروئین مصرف کنه؟ برای اینکه لذت بیشتر میبردیم. شما فکر نمیکنید که یه حالت عادی و طبیعی در انسان وقتی که جوان برومندی مانند شما با دختر خانمی میرقصه و ازش لذت میبره همون کفایت میکنه؟ و آیا فکر نمیکنید وقتی که سیستم حسی و احساسی شما از کار افتاده این براتون کافی نیست، پس ناچار سراغ هروئین تش میبرید؟ بنابراین آسیب رو شما اونجا خوردید که یه رابطه بین یه جوان برازنده مانند شما یه دختر خانمی که میرید برقصید تو تو پارتی و بعدش هم روابطی داشته باشید، اون شما رو به اون مرحله اقناع و ارضا نمیرسونه، چیزی اضافه بهش احتیاج دارید. بنابراین نفی کودکی نمیکنه. من و شمایی که الان یا استالی که ممکنه شعر بگید به خاطر این است که در 8 سال اول فارسی رو یاد گرفتید، اگر اونجا یاد نمیگرفتید اینجا شعرم نمیفهمید. بنابراین نفی کودکی رو شما با آنچه که فرمودید نکرد. اما بذارید یه پرسشی از حضورتون بکنم. آیا فکر میکنید اگر شما از خدا نخواسته بودید این اتفاق نمیافتاد و اگر شما مثلا 1 سال اونگونه که من فهمیدم زندان نبودید که ناچار مجبور به ترکش میشدید، شما ترک میکردید یا نمیکردید؟ بفرمایید آقا، پاسخ بفرمایید. نه، شاید از طریق تلفن، از طریق تلویزیون میشنوید. نمیتونستم، قادر نبودم. آیا تریاک رو استعمال میکردم؟ میخوردم، متوجه هستم. حالا اگه حالا باز سوال من که فکر من مسافرت زیاد میرفتم نمیتونستم تریاک بکشم، باید میخوردم و ترکش خیلی مشکل بود. حالا آیا شما اگر فرض کنید مسئول یک کشوری باشید، برای ترک تریاک مردم یا مواد مخدر توصیه استالی که اینقدر آگاهی دارید چه هست؟ یعنی میفرمایید چه باید کرد؟ تلویزیون تون کم کنید، با تلفن با ما صحبت کنید. باید به طور کلی مواد مخدر از اون کشور ریشه کن بشه و جمع بشه، در دسترس مردم نباید باشه.
خب اگر من خدمتتون عرض کنم در کشورهایی که همطور که جان فروزنده در آغاز اشاره فرمودن روزی که مواد مخدر نباشه و غیر قانونی بشه متاسفانه جرم و جنایت در زمینه دیگه افزایش پیدا میکنه و هیچ کشوری با تنبیه معتاد مجازات شدید معتاد به حل مشکل اعتیاد نرسیده از جمله کشور خود ما، اون وقت چی میفرمایید که شاید یکی از شدیدترین قوانین علیه مواد مخدر و فروشنده و مصرف کننده رو دارن؟ ولی هستالی اگر نظری متفاوت دارید خوشحال میشم بشنوم. آیا فکر میکنید یه چنین مجازات های سخت و سنگین و محدودیت و موانع در جامعه مانند ایران اعتیاد رو کم کرد و ریشه کن کرد یا نکرد؟ جد ابن عرید از مشکل داریم؟ نه از طریق تلویزیون میشنم. بفرمایید. مجازات کاری رو درست نمیکنه، ولی جمع کردن و نبودن مشکل رو حل میکنه. خب آخه نبودنی که مجازات مشکل رو حل نمیکنه. خب آخه اگر مجازات نباشه نه بذارید قطعتون، آخه اگر مجازات نباشه که مردم میارن میفروشن و مردم مصرف میکنن. شما اگر بگید مواد مخدر داشتنش خرید و فروشش مجازاتی نداره که خب مردم میارن چیکار میتونیم کنیم؟ قاچاق میارن. درهای مرز رو باید ببندن. آخه درهای مرز رو ببندن تولید داخلی رو چیکار کنن؟ تولید داخلی وقتی دیگه نباشه مردم نمی کنن زجر می کشن ولی ترک می کنن. بنابراین هستالی راه حلی که به نظرتون میرسه این است که همون اتفاقی که برای هستالی افتاد تنها راهی است که آدم ها ممکن ترک کنن. من اتفاقا مخالفتی با مطلبی که این فرمایید ندارن. بسیاری از مردم وقتی به زندان رفتن یا گرفتار شدن و نتونستن مواد مخدر مصرف کنن، چون ماده مخدر یه اعتیاد دیگه، وقتی اعتیاد قطع بشه معلومه که احتمالاً تمام هم خواهد شد، ولی هیچ ارتباطی به بحث اعتیاد نداره. همونطور که در آغاز برنامه خدمت جان فروزنده عرض کردم، علل و عواملش فراوان، ریشه در اونجا داره. حوادث و اتفاقات بعدی آنچه که فرمودید مهمه. حتی گفتگویی که با ایشون داشتم این بود که در دسترس بودنش مسئله است. بدون تردید ماجرای دوستان و محیط اجتماعی مطرحه و خیلی موضوعها و مسائل دیگه ای که به هر حال هست. ولی به هر حال خوشحالم از این که حداقل با 20% از عرایض من موافق بودید و از این بابت احساس خوبی میکنم. ولی سپاسگزارم از شرکتتون در این گفتگو. بفرمایید. خواهش میکنم. الو، با درود به شما. درود. مثل برنامه عالی. یه موضوعی که از تشکر و تحلیل از روانشناسی آقای هولاکویی کاملا درسته. بین یک دو سه سالگی یک جنبه بسیار بزرگ مثلا شرکت ها و کارتل هایی که تولید مواد مخدر میکنن، یکی افغانستان بود که در به اصطلاح 10 برابر شده تولیدش، و اخیرا کلمبیا، اینایی که خیلی با به اصطلاح اکسپرت هم تو مسئله تریاک و اینا را استخدامشون کرده و بزرگترین هروئین ساز دنیا شده خود کلمبیا. یه مقطعی تاریخی هم اگه نگاه کنیم تو چین و هانگ کنگ دست انگلیس ها بود، از اینجا پخش تریاک ها در کشور 1,200,000,000 چین پخش میکردن، سوخته ها شد، از هانگ کنگ ازشون میخریدن. حتی تو ایران قدیم خودمونی بود. یعنی یک جنبه بیرونیش نقش نیوز میدیا و نقش بزرگ شاستای تریاک و مواد مخدره که بسیار قویان. تمام کنترل شبکه خبری و نیوز میدیا شونه. این جنبه بزرگه که به نظر من در جامعه در دو زمینه باید باش مبارزه بشه. مصرف تریاک تهران روزی 5 تن 5,000 کیلو، این خبر مال حدود 5-6 سال قبل، حتما حالا شده 6-7 تن مواد تریاک و اینا استفاده میکنن. اینا برای عقب نگه داشتن یک جامعه که فکر نکنه عقب نگه داشته، دو ابزار استفاده میکنن، یکی مواد مخدر، یکی هم افکار و عقاید خرافی عقب افتاده که هم میتونه داعش باشه یا به شکلی جمهوری اسلامی. این دوتا دست به دست هم بدن جامعه را عقب میندازه، هم از نظر فکری هم از نظر تولیدی، از هر نظر.
درصد نظر شما درسته آقای هلاکویی؟ ممنونم. 23 سالگی به اضافه بذارید من این نکته رو یه نکته رو عرض کنم. اوهام و خرافاتی که اشاره فرمودید دقیقاً نقش ماده مخدر رو مصرف می‌کنه، برای که با یه باور دروغین خیالی ساده ما همه جهان رو میتونیم توضیح بدیم و توجیه کنیم و بنابراین اوهام و خرافات در حقیقت دست دیگری است که از همینجاست. حق با شماست. همونطور که عرض کردم ماجرای تولیدش امروز اصلا به صورت یه چیزی در اومده که جنبه حتی سیاسی هم داره، یعنی حتی حکومت‌ها باش میان و میرن وقتی بخوان با مواد مخدر این گونه یا آن گونه رفتار کنن. به هر حال فکر می‌کنم که امشب وارد ورطه‌ای شدیم که خیلی پیچیده‌تر از بحث عشق بود و مدتی در خدمتتون خواهیم بود، چون نکاتی رو که مطرح فرمودید هر کدومش میتونه در یه جلسه مورد توجه قرار بگیره و مفیدم هست. مثلا همون 12 قدمی رو که اشاره کردی، خب ببینیم چی کارش میکنیم. فقط یه تفاوت، عشق اشتیاقه نه اعتیاد. همین حالا میخوام دردسر درست کنم برای خودم در جلسات بعد، چون هستالی از اشتیاق به اعتیاد رفتید، بنده همچنان در اشتیاق موندم. حالا یه دفعه برمیگردیم دوباره ببینیم اونجا رو میتونیم مشکل حل کنیم یا نه. بنابراین سپاسگزارم از تشریف‌فرماییتون. بینندگان عزیز هر جا که هستید لب‌هاتون پر لبخند، دل‌هاتون شاد و روزگار به کام.